درود به شما عزیزان. آیا شما میدانین دوستای عزیز که کچالوی ما با این سیستم برگهایشان سوخته؟ حتی شما هم به همین سیستم تا حالا شده کچالویتان برگهایشان سوخته؟ به کدام مشکلی گرفتار شدین از لحاظ آفات و امراض بخش کچالو؟ بریم صاحب ببینیم که مشکل چی بوده، بررسی کنیم و راه حلش چی هست. عزیزای دل، شما میبینین کچالوهایی که در این قسمت قرار داره برگهایشان کاملا به سوختگی گرفتار شده. در این قسمت دوستای عزیز، نبات کچالو یک نبات کاملا حساس هست در هر مورد، چی در سرما باشه و چی در مورد بخش های مختلف. کچالوی ما شما بسیار حساس است و شما میبینین امو بوته های کچالو که تازه از زمین برآمده، نوکشان سوختگی داره. دوستای عزیز، شما تا حالا به این موضوع برخوردین که در کچالوی را کشت کرده باشین به این رقم سوختگی داشته باش؟ خب دوستای گرامی، تمام بوته های کچالوی را که ما در این قسمت داریم دوستای عزیز، شما ببینین برگ هایشان سوختگی داره. اگر شما در این مورد کدام جای سر خوردین و عاملشان میفهمین، همین حالا حتما کامنت بتین دوستای عزیز، پیش از اینکه ما اشاره بکنیم بفهمیم که شما در این قسمت چی تجربه را دارین و کدام عامل باعث شده که کچالوهای شما بوته هایشان به این قسم سوختگی پیدا شد. شما ببینین تمام بوته هایی که ما در این قسمت میبینیم برگ هایشان سوخته. فکر میکنی که تو یا سم زدی روی از این برگ ها، یا اینکه کدام آتش دیگه روشن کرده، یا قلت کدام مواد دیگه هست. خب دوستای عزیز، بازم میگم اگر عامل این موضوع را شما میبینین، متوجه هستین که چرا این کار شده، بر ما کامنت بتین. اگر خبر ندارین دوستای عزیز، عامل از این سوختگی ها سرما هست. چند شب پیش، دقیقا 3 شب پیش دوستای عزیز، ما یک سرمای بسیار خطرناک داشتیم در این قسمت که نبات کچالوی من بسیار هوا سرد بود و درجه حرارت 2 الی 3 درجه سانتیگراد شده بود و شب پایین تر از مثلا تا 1 درجه سانتیگراد را هم رسیده بود و اینا همه ساله همین قسمت زمینی که ما قرار داریم، در این ساحه که ما کچالو کشت کردیم، همه ساله در همین فصل دوستای عزیز ما اینجا سرما داریم که اینا باعث شده سرما بزنه و نبات کچالوی ما را به یک قسم برگ سوختگی گرفتار کنه. ایره دوستای عزیز، من از این خاطر به شما این ویدیوی کچالو را که سرما زده بود تهیه کردم که اکثریتی از دوستای ما در بخش کشت و تجارت کچالو کار میکنن، یک وقتی به این مشکلات گرفتار شوه و بره مصرف زیاد بکنه، کدام مواد بیاره یا مثلا کدام انجینر از کدام جای بیاره به خاطر تشخیصش، شما خودتان دوستای عزیز بخش باغداریتان، بخش سبزیکاریتان انجینر خودتان هستین و ما برتان همیشه کوشش میکنم هر موضوعی بخش کشاورزی و باغداری و سبزیجات را گزارش بتوم و به هر موضوعی که برمیخورم دوستای عزیز بس شما گزارش بتوم که چرا ای عامل شده و علتشان چی هست. خیلی ممنون دوستای عزیز که با ما همراه بودین. باز هم اگر علاقمند بخش سبزیجات و باغداری هستین، کانال باغبان آزاد را حتما سابسکرایب کنین، لایک کنین، زنگوله را هم فشار بدهین تا اینکه ویدیوهای جدید که ساخته میشه همراه شما به اشتراک گذاشته شود. خوش و شاد و کامگار باشین.